به پاریس که فکر میکنین اول از همه یاد چی میافتین؟ درسته برج ایفل، اما تا حالا به این فکر کردین که چرا برج ایفل این شکلیه؟ یعنی شکل حرف اول لاتین. به تازگی فیلمی در فرانسه روی پرده سینما رفته که ماجرای ساخته شدن این برج رو به تصویر میکشه، فیلمی که 23 سال طول کشیده تا بالاخره ساخته شده و البته جواب جالبی هم برای این سوال پیدا کرد. T'as pensé l'exposition universelle? Je vais recommencer. Je vois pas l'intérêt de construire un machin qui sert à rien, qui va falloir démonter juste après. Vous avez réponse à tout? La vie m'a appris à me méfier des surprises. Bonsoir. Regarde-moi. J'espérais ne jamais vous revoir. همکارم پیام یزدانجو که سالهای زیادی در پاریس زندگی کرده و خیلی هم البته به این شهر علاقه داره اینجا در استودیو به من پیوسته تا بیشتر راجع به این فیلم صحبت کنیم. چی میگه، چه جوابی پیدا کرده پیام این فیلم برای ساخته ایفل؟ جوابی که این فیلم داره به این سوال میده این هست که آقای گوستاف ایفل در جوانی عاشق زنی بوده و اون زن ازدواج میکنه، خود آقای ایفل هم اینطور، اما سالها بعد اینها دوباره با هم مواجه میشن و آقای ایفل به خاطر اون عشق دوباره شعله ور شده تصمیم میگیره که برج ایفل رو بسازه، با اینی که قبلا علاقه‌ای به ساخت این برج نشون نداده بود. و میبینیم که این برج به شکل حرف اول الفبای لاتین به شکل آ هست، که این آ میتونه ابتدای کلمه آمور باشه به معنای عشق، یا حرف اول اسم این معشوقه به اسم آدریان. این چیزی است که فیلم داره میگه، مستندات زیادی دربارش نداریم، اما خیلی از حوادث واقعی زندگی گوستاف ایفل و ماجرای ساخته شدن ایفل رو در این فیلم به خوبی میبینیم. ولی یعنی این جوابی که بهش رسیده جوابیه که خود یعنی داستان قصه است، یعنی واقعیت نداره که حتما دقیقاً چیزی نیست که مستند باشه، اما خیلی از مستندها در فیلم هستن، از جمله مهمترینش مخالفت‌هایی که با ساخت برج ایفل میشد. خیلی ها به دلایل مختلف با ساختن این برج مخالف بودن. چیه دلایل؟ مثلا کسانی که عضو کلیسا بودن میگفتن که ارتفاع این برج از برج نوتردام بلندتر خواهد بود و موجب ناخوشنودی خدا خواهد شد احتمالاً، یا اینکه خیلی از هنرمندها و نویسنده ها فکر میکردن که این اثر زیبایی نیست و به زیبایی شهر پاریس آسیب میزنه. اما در هر حال برج با این که قرار بود ابتدا فقط برای 20 سال و به مناسبت نمایشگاه جهانی پاریس در سال 1889 ساخته شد و قرار بود 20 سال بمونه، این برج همچنان برقرار موند و نماد شهر پاریس شد. و خب اگر که این برج رو مقایسه کنیم با یادمان‌هایی که در شهرهای دیگه ساخته شده، مثلا در همین لندن یادمان المپیک، اون وقت متوجه میشیم که چرا پاریس رو پایتخت هنر دنیا میدونه. خیلی کوتاه هم بگو میدونیم که چرا اینقدر این فیلم طول کشیده؟ 23 سال برای فیلم خیلی زیاد نیست؟ خیلی طولانی بوده به این دلیل که کارگردان‌های دیگه اول قرار بود که این فیلم رو بسازن، هنرپیشه‌های دیگه، خیلی ماجرا تحول پیدا کرد. و اینکه چون ایفل برای خود فرانسوی‌ها خیلی مهم بوده، خیلی هم اونها حساسیت داشتن درباره ساخته این فیلم. ممنونم از تو همکارم پیام یزدانجو، از علاقه‌مندان به پاریس اینجا در استودیو با من همراه بود. تیتر اول امشب همینجا به پایان میرسه، تا فردا همین ساعت و همینجا.